اینجا مطلبی رو به شما میگم که شاید شما هم برای خودتون سوال پیش اومده باشه که یه همچین مطلبی برای یه همچین مطلبی اون هم که فرض بکنید که ما فایل هایی داریم که آخرشون .php هست فایل هایی داریم که مال آپراتینگ سیستم شماست سیستم عامل شماست مثل .dl آخرشون .dl یا .exe آخرشون .exe هست اکستنشنی هست مثلا شما یک برنامه ای رو با IDE ای می نویسید مثل .NET نت نتمیز فایل هایی داره که XML هست فایل هایی داره که مثلا فایل های مختلفی رو داره مثلا PHP Storm فایل های مختلفی داره که فقط مربوط به اون IDE ای هست میخواد که اون فایل ها ترک نشه نادیده گرفته بشه چی کار باید بکنید؟ اینجا مطلبی داریم در مورد dot git ignore خب بدون فاصله فایلی داریم به نام dot گیت ایگنور. نقطه اولش خیلی مهمه بدون فاصله همینطوری نوشته میشه dot گیت ignore ایگنور یعنی نادیده گرفتن گیت هم که شما خودتون میدونید دات هم که اینو میاد چکار میکنه مخفی میکنه داخل این فایل ما میتونیم عبارات مثلا از عبارت با قاعده های خیلی ساده استفاده بکنیم که بیایم مطالبی داخل این فایل مینویسیم فایل رو که مثلا مینویسیم رو ایگنور بکنه مثلا اگر من ستاره بنویسم عبارت با قادر رو به شما درسشو شد دادم خیلی خوبه که یاد بگیرید ستاره میگه که همه فایل ها یا همه چیزها که مثلا با چی شروع میشن ای، ای او و با عدد شروع میشن رو بیا برای من ایگنور کن خب همه رو میاد برای شما ایگنور میکن اگر داخل این فایل قرار بدید میتونید منفی کنید با اکسکلمیشن مارک یا علامت تعجب به زبان فارسی این میاد منفی میکنه مثلا میگید که اگر بخواید بگید تمام فایلایی که با PHP تموم میشه اکستنشنش PHP است رو ایگنور بکن اینطوری می نویسید ستاره دات PHP ستاره یعنی اسم فایل هر چیزی میتونه باشه ولی اگر با PHP تموم بشه بی من نادیده بگیرش اصلا ترکش نکن دنبالش نکن حالا شما صد تا فایل PHP هم داخل اون ریپوزیتوری تو بنازید یا ورکینگ دایرکتوری تو گیت میگه که میرید این داخل این اول چک میکنه میبینه اینو بعد ایگنور کنه بعد میبینه که این ایگنور اگر شما نوشتید که ایگنور بشه میاد ایگنور میکنه و نادیده میگیره ترکش نمیکنه اضافه نمیکنه اگر بگیم که تمام فایل ها با PHP رو نادیده بگیر بجز index.php اون نات رو قبلش قرار بدیم اگر نات رو قبلش قرار بدیم میگه که هم... چیکار میکنه فایل index.php رو ترک میکنه نیاید نا اون نات رو اشتباه بگید که حالا من نات رو گذاشتم دیگه نمیاد این, این ایندکس رو دنبال بکنه نات یعنی اه... گیت ایگنور. این رو نادیده بگیر اینو ترکش بکن گیت ایگنور چیکار میکنه همه چیزهایی که تو آخرش نویسید تو دنبال نمیکنه حالا اگر نات بنویسید یعنی میشه منفی بنویسید چون خود گیت ایگنور هم منفیه مثبت دیگه یعنی ایندکس دات پی رو دیگه دنبال نمیکنه تمام فایل ها رو اگه خواستید داخل پوشه نادیده بگیره باید اسم پوشتون رو بنویسید آخرش هم اسلش رو بذارید که هر فایلی که داخل این پوشه بندازید رو نادیده خواهد گرفت و عمل نخواهد بر فرض نمیخواد که ویدیو رو دنبال بکنه مثلا من یه پروژه ساختم خیلی وقت پیش که ویدیو رو نمیخواستم دنبال بکنم چون ویدیو خیلی فایل بزرگیه و هنوزم که اندازه هنوز داخل محیط وب برای فاله ویدیو خیلی مشکل است به خاطر اینه ویدیو شبکه‌ای اومده مثل یوتیوب که دیتابیساش خیلی قویه یا این چیزا که ویدیو رو ترک بکنه ویدیو رو اونجا آپلود بکنه کسی ویدیو رو داخل بفص... هاستش به صلاح چکار نمیکنه دانلود آپلود نمیکنه به خاطر اینکه اگر کاربرها زیاد بشن خب این مشکل واسه بافرینگ پیش میاد پس بنابراین اینطوری میتونید تمام فایل ها چیکار بکنید نادیده بگیرید داخل پوشه اگر خواستید نظر بنویسید از هش ساین استفاده میکنید یا اینکه اگر خواستید خطای خالی هم اضافه بذارید اونجا بتوید بذارید اونا نادیده گرفته میشن بریم چند تا از اینا رو درست بکنیم بعد دیگه نگاه بکنید ببینیم چطوری میتونیم کار رو انجام بدیم توی گیت هاب هم همچین من فایلی هستش فقط فکر نکنید داخل گیت هست خب اونا که سیستم عامل ویندوز دارن اونا که سیستم عاملشون با یونیک ساخته شده یه مقدار متفاوت هستش و بعد یه کاری رو باید انجام بدیم اونا که ویندوز دارن میتونن از تکس ادیتوری استفاده کنن به نام نوت پد پلاس پلاس یا نوت پد خالی که داخل ویندوز هست به نظر من وقتی شما میایید یک فایلی رو درست میکنید. با اصطلاح داخل ویندوز میگم سیستم عامل ویندوز که اولش دات وجود داره ویندوز برای شما میاد این فایل رو درست میکنه من اگر بیام این فایل رو درست بکنم خب و اگر اینجا یه کامنتی بنویسم فرض بگو این دات گیت ایگنور ده. اگر بنویسم دات گیت ایگنور فایل خب اگر بخوام اینو سیو بکنم برم داخل دسکتاپم هم. الان دسکتاپم هستم بنویسم دات گیت ایگنور خب دات اضافه کنم اینتر رو بزنم ببینید چی میگه میگه نیمز بیگین وید دات آر رزرو فور دی سیستم یوز دات اگر من استفاده کنم خب این درست اضافه میشه و شما اینجا نمیبینید گم شده من چجوری درگش بکنم بیارم اینجا قرار بدم و این کار رو من مشکل میکنه من بعد برم داخل دسکتاپم هم سی دات رو بزنم و بعد اینجا بگم که ls la نگاه بکنید میبینید دات گیت اینجا اضافه شده میبینید من میخوام اینو پاک بکنم اینجا می سودو remove dot git اینتر میزنم پسورد میزنم میره و دیگه این اینجا وجود نداره اما برمیگردیم داخل این ریپوزیتوری میخوام گیت ایگنور رو با اینجا اینا درست اونا که ویندوز دارن این فایل مخفی نمیشه ولی که سیستم یونیکس دارن این فایل مخفی میشه و به نظر من بهتره با گیت درست بکنید حالا چطوری درست بکنید ما یه تکس ای... اونا که مک و یون... مک دارن مخصن یا نانو دارن این تکس ایتور واقعا فوق العاده قویه یعنی حتی از سابلام تکس هم میتونم بگم خیلی قوی تر اگر من اینجا تایپ بکنم سودو نانو نانو تکس ادیتوره ایمکس داریم اونا ای ویم داریم نانو از همشون قوی تره خب سودو نانو اگه بنویسم دات گیت ایگنور سعی بکنیم اسپلش اسپلینگش رو درست بنویسیم گیت ایگنور چک بکنید داخل پوشه هم هستیم اینتر رو بزنم الان وارد تکس ادیتور شدم این فایل رو برای من درست کرده اگر درست اگر وجود نداشت درست میکنه اگر وجود داشت میاد روش مینویسه من خیلی راحت قبل از اینکه این فالو چیز بکنم میام اینجا مینویسم یه لورم اینجا تایپ میکنم میبینید تو سابرون تکس یه لورم بنویسید و تب رو بزنید خوش برای میاد هابالی هوبولی تکس برای شما درست میکنه من اینجا سیف میکنم اینجا داخل دسکتاپ ها اسمش اسمشو بزنم تمپ دات تمپ خالی دات تی خب اینتر میزنیم برمیگردیم اینجا تمپ رو اول من از این میام بیرون کنترل ایکس رو میزنم میام بیرون از این خب و الان من درگ میکنم داخل ورکین دایرکتوری status رو, رو میزنم اینجا دیگه اینتر اومید خب تمپ اینجا اضافه شده میگه اینو ایگنور نکرده الان خب میخوام اینو ایگنور بکنه من تایپ میکنم sudo nano git ignore sudo هم اگه نخواستید بنویسید نداره نانوش میبینید ورژن 206 Apple اپل برای شما میریزه میریزه و شما میتونید این رو چکار بکنید آپدیت هم بکنید با نانو نانو تایپ میکنم داخل گیت ایگنور تایپ میکنم te temp خب دات اینجا نوشته اگه میخوای اگزیت کنی کنترل X رو بزن کنترل ایکس بعد اینجا میگه که آیا میخوای سیو بکنیم وای رو بزن انتر رو بزن میای بیرون الان میگم گیت استیتس میبینید گیت ایگنور اضافه شده اما تمپ فایل دیگه نادیده گرفته تمپ فایل هنوز اینجاست میبینید نادیده گرفته حالا من میام چند تا کار دیگه انجام میدم الان اگر اینجا بنویسم ls-la فایلایی داریم اینجا میبینید dot .ds store این فایل هستش که سیستم عامل مک برای شما درست میکنه و مثلا این فایل چیکار میکنه احتیاج نداره توضیح بدم ولی خب مثلا شما پنجره رو میبینید اینجا پوزیشنش رو توی وین، توی این سیستم عامل اینجا قرار میدید دفعه دیگه ببندید خب مثلا اینو باز بکنید پوزیشنش هم اینجاست پوزیشن میذارم اینجا ببندید باز بکنید پوزیشن اینجاست میبینید این اینا رو سیو میکنه کجا باز کردید کجا بستی آخرین بار که این مودیفای شده و اینجا مثلا من میام اینجا دیت مودیفای رو میزنم اینا این اطلاعاتی که اینجا نوشته رو برای شما ذخیره میکنه داخل این فایل خیلی هم کوچیکه فایلش بخواید میبینید 61 48 تقریبا بایت دیگه که حالا بیت نه بایت باشه میام اینو میخوام ایگنور بکنم اینجا مینیسم سوید بنام گیت ایگنور و این رو میخوام ایگنور بکنه این فایل رو و بعد میتونم چیکار بکنم بگم که فایل هایی که با txt شروع میشه رو ایگنور بکن میتونم اینجا چیکار بکنم ستاره بذارم اولش خب ولی میام فقط میگم تمپ رو برای من ایگنور بکن بعد فایل دیگه که مثلا میخوام ایگنور بکنه گفتم به شما دات دی اس این استور اینو میخوام ایگنور بکنه برای من و فایل هایی که همش با دات زیپ تموم میشه ایگنور بکن برای من فایل هایی که همش با .gz جی تموم میشه یا جی زد gz جی بعد به میگن g به میگن الان انگلیسی میگن z به این آمریکایی ها میگن زی فرق نمیکنه خب فایل, ها... فایل هایی که توی پوشه لاگ هست ولی آخرش با چی تمام میشه؟ لاگ دات لاغ تمام میشه دات من باید ستاره رو قبل از دات بنویسم اینطوری دات لاگ حالا فا... یه موقع هستش که فایل ها رو دیدید که دو تا که میشه من اگر از این یک آن... ببین آلت میگیرم اینجا میزنم این میبینید شماره اضافه میکنه اگر زی مقدار اینا رو توجه بکنید میتونید همین رو استفاده بکنید دوباره مثلا بیایید اینجا و بعد بگید که لاگ backslash ستاره دات uh, log و بعد حتی میتونید چیکار بکنید بگید که دات صف تا نو اینا رگولار اکسپریشنه فایل هایی که داخل پوشه اسیتس هست و فوتوشاپ هست اینا رو و بعد ببینید این خیلی مهمه این سلش رو باید بذارید اگر سلش رو فقط خود فتوشاپ رو ایگنور میکنه اول ولی اگر اسلش رو بذارید فایل هایی که داخل فتوشاپ هست رو میکنه اگر اسلش رو نذارید فقط خود فتوشاپ خیلی فرق میکنه اسست فایل هایی که ویدیو هست ویدیوز رو ایگنور میکنه برای من اما میگم که فایل هایی که این داخل اسست هست و ویدیوز هست و مثلا آخرش با mp4 تموم میشه ولی اولش با تور مثلا underscore ستاره میتونه با هر چیزی تمام بشه دات ام رو برای من ایگنور بکن اینا رو برای من ایگنور بکن اینا ایدهاش اومد دستتون اما یه سوال ازتون میپرسم سوال اینه که آیا پوشه لاک پوشه آرکایف پوشه اکسس ایگنور خواهد شد با توجه به این چیزهایی که ما اینجا نوشتیم آیا ایگنور خواهد شد ازتون میخوام که یه مقدار فکر بکنید و برای خودتون جواب بدید جواب نه ایگنور نخواهد شد چرا برای که ما اینجا گفتیم که تمام داخل پوشه اما اگر اینو می نوشتیم می گفتیم هرچی داخل پوشه است فایل و فولدر یعنی پوشه و فایل ها همه با هم ایگنور بشه ولی وقتی گفتیم لاگ و این گذاشتیم دات لاگ یعنی فایل هایی که داخلش با دات تمام تموم میشه و با دات لاگ دات هر شماره تمام میشه رو ایگنور بکن ولی پوشه ای اگر داخلش داشته باشیم که داخل این پوشه یه فایلی باشه به نام access.log رو ایگنور نمیکنه میره ولی این اگر بود مثلا آرکای وجود نداشت این قسمت خب اون موقع می اومد این access.log رو ایگنور میکرد پس این خیلی مهمه پس این جوابش هم اینجا نوشتیم برای شما رفرنس باشه برای شما همیشه و من اینجا کنترل x رو میزنم y رو میزنم اینتر رو میزنم سیو میشه الان بزنم git status این git ignore رو داریم ولی تم فایل رو برای ما ایگنور کرده هر فایل txt هم اگه خواستید بندازید باید فقط از ستاره txt استفاده بکنید الان من میتونم بیام بگم که این فایل رو باید کمیت بکنید فایل گیت ایگنور رو ایگنور رو نکنید بعد کمیت بکنید کمیت کمیت چی گیت کمیت داش ای ام هم می نویسید که دات گیت ایگنور مثلا میگیم که اولش باید بنویسیم، اولش ورب به کار ببرید add file.inter و میگه on track ignore چرا این اضافه نشد نگاه بکنید ما git commit am رو استفاده کردیم و خواستیم مستقیم کمیت بکنیم اما نگاه بکنید git add dot. حالا نگاه بکنید git status میبینید گیت رو باید اول اد بکنید الان من میام چیکار میکنم گیت کمیت داش ام همینو از اینجا من کپی میکنم دیگه تایپ نکنیم دو ساعت پیست اینتر اضافه شد پس دیدید که مستقیم فقط تنها برای اینه استثنا برای اینه مستقیم نمیتونید فایل گیت اینو رو اد کنید توی ریپازیتوری اول باید اد بکنید داخل به اصطلاح استیجد و بعد ادش بکنید الان استیتوس رو بزنید میگه هیچی وجود نداره